دانشگاه هستم. اومدیم با هم در منطقه البستکیه که یکی از قدیمی ترین جاهای دبیه که ساختمونای اینجا حدود 100 سال قدمت داره و از اولین جاهایی که در امارات درست کردن وقتی که ایرانی ها و اقوام سوریه به اینجا اومدن و سکنا گزیدن. اینجا رو در حال حاضر ترمیم کردن و برای نمایشگاه های مختلف استفاده میکنن، مخصوصا نمایشگاه های هنر. و این هفته هم یک هفته به طور اختصاصی برای نمایشگاه های نقاشی و آثار هنری استفاده میشه. با ما باشین تا به داخل این گالریا بریم و سری بزنیم به این آثار هنری. داریم توی یکی از این کوچه های قدیمی این منطقه بسیار قدیمی که 100 سال هم خدمت داره قدم میزنیم و سمت راست و سمت چپمون گالری های مختلفه که رفتیم چند تاشو دیدیم، بازم میخوایم بریم گالری بعدی رو ببینیم. در خدمت آقای بالدی هستیم، هنرمند این گالری. میخوایم ازشون که خودشونو معرفی کنن و در مورد آثارشون یه توضیحی برای ما بدن. بفرمایید. اسم بنده هادی بالدی. من تابلو با چوب درست میکنم، یعنی هر کسی یه عکس به من بده من عکسشو پورتری میکنم، چوب روی پارچه، و این ایده خود بنده است. من از رنگ استفاده نمیکنم، فقط از چوب استفاده میکنم. من اول روی کاغذ نقاشی میکنم اسکچو، بعد منتقل میکنم روی چوب، بعد با اره میبرم، اره کمانی یا اره موی، بعد تیکه های بسیار زیاد کوچیک چوب میشه و اونا رو روی پارچه مخمل میچسبونم. خیلی ممنون، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، آثارتون بسیار زیباست. خب با هم دیگه میریم به بقیه گالری ها سر بزنیم. خیلی ممنون، خدا نگهدار. با هم به این قسمت اومدیم که همونطور که میبینید من روی تاپ قدیمی نشستم و این یک مثالی از زندگی قدیمی اماراتی ها در گذشته و خیمه نشینیشون و طرز استفاده از تاپ ها و این خونه ها و وسایل اولیهی که داشتن و اینکه این شعار رو همیشه با خودشون همراه دارن، کماکان اینکه تکنولوژی و پیشرفتشون در طول مدت زمان خیلی کوتاه بسیار چشمگیر بوده، ولی با همه اینا همطور که روی تابلو هم میتونین ببینین نوشتن که ما به زندگی صحراییمون و به زندگی قدیمیمون افتخار میکنیم و همطور تبلیغشون میکنن و دوست دارن که با این شعارها حفظ آثار کنن و همینطور این منطقه هم برای همین منظور برپا کردن. و شعار دیگه شون هم اینه که بیاین با هم دیگه از زندگی صحراییمون و از فرهنگمون حمایت بکنیم و نگهش داریم. گزارش ما امروز از منطقه بستکیه و از آثار هنری. امیدوارم که لذت برده باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.